با سلام درود احترام و هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا، باور کنید با اینکه من اینطوری که میگم اعتقاد دارم و یقین دارم و همه رقم، ولی به این سرعت فکر نمیکردم. چهلم این دختر و زادروز شاهنشاه آریا مهر یک معجزه تو کشور را انداخت. خانم مهسا امینی تسلیت نمیخواد بخواد با تبریک گفت وجود یک آدم اینجوری واسه یک تحول در دنیا میشه ایران که به جای خود داره. خب خدمت شما عرض کنم که این برای بچه های نیروی چی رفتن از این یورو انداختن بوده پشت با بوده پشت چه غلطی میکردی؟ باز دیشی ماهواره باز کن چه کار واسه بکنی؟ رفت اونجا خلاصه بالا واسطه بودن که کی دستور بره بالا من نمیدونم. این بچه های تو آتشانی بودن تو ساخت پلاسی بعد از زیر هم موندن مردم خلاصه اینا دیدن افتار پوشن از برو باتشون در اومده از جرز بر چار پش انداختم پایین فیلمش هم هست نمیتونم اینجا بذارم فیلمش هم اونجا هست. بعد بقیم نگاه میکرده اصلا گیج بودم با چی کار بکنن نگفتم چی کار بکنید. میگن یه بند خوده میره کموت سپاشناس خونش میده بعد این خانم صاحب خونه میره صاحب 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 کمد میره بیره بیره این که آجا این کمد صدا میکنه میگه بگه میشه یاره خواسته میاد اونجا تو خونه و هرچی با مستثنان بره تو کمد باید تو کمد میره که صاحب خانه بگه تو اتوبوس میاد باید میشه سخت میاد میلرزه باید کمد نرسته نکنه در همه این شوهر خانمه میاد میاد در کمد لباس بذاره نجای نگاه بهش میکنه میگه آقا باورت میشه من اینجا به موضوع اتوبوس خط واحد هستم. میشه چه غلطی میکردی؟ یک فیلم دیگه برای اومده خیلی جالبه. اینا یک منطقه هست. اینا موضوع نیرو میشن بیان. نیرو نظامی که میان یه دفعه حمله میکنن بهشون. یه حمله حمله آقا رو چا بخواشن به جنبن همه لط و پارشن کردن. و یک چند تا کار دیگه هم کردن که نمیتونم اینجا بگم. ولی شانسی که آورده این موقع انسانیت وجود نهست ولی خودتون یه کاری میکنید اینا شما لگت مات میکنن خودتون این کاری اضافی میکنید و خبر خوب دیگه این هست که از جامعه مدرسین و حوزه علمی و این بر اومد کلی آخوند بردن سه روز آموزش بدن برای برخورد با مردم دم آخوندا کرد بیاین لااقل دیگه شما هم یه آخه کاری مردم یه عقده رو سر شما خالی بکنند یه او هرچش با شالاتان و کسافت در میزش و در نهایت خیلی خوب بعضی خرش اومدید و این خیلی خوبه یعنی زحمت مردم خود کمترش میکنید بعد دوستان این کارم کردن حالا باز خبر خنداری باید میخونم خبر خوب عالی و اگه من بگم دو موضوع اتوبوس خط باید باورت میشه تیتر خبر رو میخوام بعد بیان سر خبر خوشگل خب این مال شیراز هم که گفتن داعش اومده بعد در نیم ساسه دو تاشون دستگیر کردن بعد وقتی بازی خوردن و چیت کردن اونا دیگه کار ادامه میکنن بخاطر مثلا بگن ما داعش اومده شیراز اومده بود شما کجا بودید داعش شیراز اومده بود آقا جی نیستی بگیم بشه معترضان با دست خالی مزدوران را فرای دارن شهامت بی نظیر بچه های آمور دختر و پسر ببینید بچه ها این مامورا که میان دختر بچه ها پسر بچه ها وامیسن وسط خیابون میشینن میگه بزن اینقدر میگه بزن که در میگه میره میگه بزن من سینه بود بزن اینه فهمیدید شما آشخالا بفهمید آقا دیدید میگه بزن یعنی باید از خجالت بمیرید البته ایستم بهتون بگم ها بذار خبرشی بیارم بعد خبر تیتوار میام براتون مرگ مشکوک شماری از سرکوبگران اینا یه تعداد زیادی از اینها دارن میمیرن خب حالا شاید دیگه معصوم کردن فلان که نه هیچ اونم نیست به عقیده شخص من اینا از خستگی دارن میمیرن از استرس و ناحتی وجدان دارن میمیرن از اینکه برای کار بیهوده اینقدر بیدار مونن میمیرند صدا زیاد تلفات دادن و
از ماشین که میان پایین حالشون بد میشه، فلان میشه، سال استفراغ و از این حرفا و خستگی مفرد اینا رو اکی به مریضی هم تو وجود بده، دیگه مریضی همه جا رو اشغال میکنه، پوست رو میکنه. این هم بلاست که از نفرین مردم هست، نفرین مهسا هاست، پدر مادر مهسا هاست. دختر جوان دیگه خلاصه به تیر قیب دوچار شده همینه. مرگ مشروع شما در سرکوب کرده آموزش رزمی سرویزی به آخوندها به دفاع از انقلاب اسلامی در برابر مردم. بله اکساش رو منداخته تو کانال میذارم، تو کانال میذارم، چیز میذارم. یک دکتی قشنگ افشاگری که یکی از افسرها که بازداشت شده، این نکته خیلی جالبیست. البته خود رو بخاطر بسته به خطر نظر بشه خیلی عالیه، یک جوری خلاصه بشه خیلی عالیه. میگه از رسان بیسیم برای ما مناطق از خلی سلاح شدن در سر سازتر است. وقتی کسی از نیروی امنیتی بیسیم خود را دست میدهد، تمام سازمان و نهادهای مربوطه به او مجبور میشوند همه پروتکل های ارتباطی خود را تغییر دهند. این یعنی صرف وقت و هزینه. راجعه خیلی جالبه بیسیم شده دست بده و خود بچه رزومه این کار رو بکنه، بیسیمشون بده اگر اون گرفتن بکنی این کار رو بکنی آکر دوستات میبینی که هیچ چی نبوده داره میمیرن، تلفات هم خیلی زیاد بوده. حالا من رقمشو یه خور باور نکردم ولی نمیگم رقمشو، ولی خیلی مردن، ولی خستگی مفرد همینه. همینه در حقیقت بیسیم ارزشمندترین وسیله در دست مامور امنیتی است که از دست دادن آن یعنی صرف وقت از این که به این به نفع معترضان خیابان است. بله ویدیو از اعتراض گفتم، حالا من خبر رو براتون تکرار بخونم. خیلی خوشحالم، خبر خیلی زیاد، همش خوب، همش ولی بد، ولی خیلی عالی. نام مهسا با آتش خیلی بزرگ بر فراز کوههای عراق روشن شد. ویدیو دیدنی حمله مردم مأمورا از بالای پشت بام که هم اونجا انداختش پایین، هم از جا حمله کردن به کلی بعد دلت پاشون کردن. صدای جوانانی که با مأموران مقابله کردند و آنها فرار کردند. شاهدان از اندیمش مردم نیروی انتظامی رو محاصره کردند. البته من در محاصره چیزی بهتون بگم دوستان، دیگه وقتی محاصره کردن اینا یه جای بازداشتگاه یه کار دیگه، ولی برای سر در سر اینا در آوردن که بیشترشون دچار 20 30 40 50% سوختگی شدن دیگه. حالا چیکار کردن خودتون میدونید. منطقه صادقه تهران در کنترل جوانان است. یک چشمه دیدی از جوانان، اعتراضات محله محور محل محور در تبریز که فیلماش نمیتونم بذارم متاسفانه. شعار بلوار میرداماد، شعار مرگ بر خامنه ای با هم نوازی بوق. حساب کارکنان بورس و تهران و تبریز و اسلام آباد، بورس تهران که با مغز خور زمین 2-3% که از خود حکومت توشون بودن دزدی میکردن جیب مردم میدادن، اونها با مغز خوردن زمین و خلاصه خیلیشون فرار که خیلی داره فرار میکنند. اما هر جای دنیا برید جنایت کردی، ظلم که استدن که دوزی از این مال مردم که برای میگردونن بر میگردی خودت. خب خلاقیت جوانان ایرانی برای برگردان لبخند شادی بر لب مردم فیلم هست که حالا اینا 15-20 نفر نیرو همیشه داشتن، سنتی داشتن تو خودشون، بورس رو که زدن اونها رو هم لختشون کردن، اونها هم زدن. بعد اینا باید بیشی رحم نمی کنن با خود فعل آخون فکر خود قیلتی هم نیست، ولی آخون نمی دونست که اونها بودن که اینا هستن، ولی خوشبختان اونها هم رفتن. خبر وزیر آیا آلمان در حال فاصله گرفتن جمهوری اسلامی است، مجبور است، ناچار است، چون الان مثلا روسیه و چین نمیذارن اینا رو سوخت به اینها بدن. تاچ کردید اگه بخوام بدن قیمت خون پدرش میدن. آمریکا هم 3 بار حساب میکنه و در زیر پشت پرده با هم هستن. آلمان تو این قضیه خودتو میده، آلمان بعد از جنگ دوم خیلی محدوده، پدرش در آوردن همه رقم میچاپنش میچیرننش. آلمان و ژاپن بعد از جنگ دوم حق نداره هواپیما بسازه برای
ادوات جنگی بسازن، مگه زیر نظر اونها و سوچ هم ببرن اونها. پیام همبستگی نخست‌وزیر استرالیا در تلویزیون با مردم ایران. حمله مشکوک تروریستی در شیراز احتمالا برای ماشین شهیدسازی است که دیگه خواسته. باقی مانده ساختمان متروپول آبادان فروخت، دستگیر یک نفر کشته شد. سرقیزی شاهکار کرد، دمت کرد، دمتون کرد. مقاومت جان دانشیان دختر و در برابر حراست دانشگاه زهرا، از زهرا زهرا چیزی. تظاهرات پزشکان در تهران، صدای تهران در محل تجمع اهمیت ندارد. هم اینا هم پزشکانی و خیلی دیگه کم کم دیگه خاطر تمام میشه دیگه، نه دیگه از حرفو گذشته اینا. اینا تو همه رقم ماهیت شناخته میشه. خروش اعتراضات مردمی در احمد آباد چشم مشد. تظاهرات دانش آموزان با شعار ضد حکومت در تهران. پاره کردن تاثیر بزرگ خمینی خامنه‌ای در دانشگاه مشهد. آزادن سوالهاش با شعار ضد حکومتی. آزادن نمایندگی حکومت خامنه‌ای در خیابان تهران. ماموران سپاه پیکر روزنامه نگار رادیو فردا از فرودگاه رو بودن. بدبخت پیگر رو بودن. فیلم اعتصاب بازار طلب فروشان کرمان امروز چهارم آبان و خدمت شما هستم که عزاداری مردم کردستان، دانشجویان دانشگاه گیلان، نه غزه نه لبنان، جان فدای ایران، تهران خیابان کارگر شمالی تجمع شعار مرگ بر دیکتاتور، دانش آموز قضیه سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه. توف تو شرف رهبر، شرف نداشت شد. تهران خیابان چراغ روی روی مردم با ماموران که بعدی فرار شدن. شعارهای مردم متعدد پاساژ کامپیوتر ایران در ولی عصر. تجمع گروهی از دندانپزشکان تهران، آخون باید گم بشه. چهار آبان اعتصاب کسری خیابان لاله‌زار در تهران، اعتراضات چهار آبان شیراز امسال سال خون سیدعلی سرنگونه، چهار آبان اعتصابات بازاریان و کسری در کرمان شکل شریعتی، چهار آبان تجمع مردم شجاع در تهران با شعار مرگ بر خامنه‌ای. من گفتم تو کلیپ قبلی ما توقع داشتیم، این توقع بر من که کاری نیستم، اون بچه‌ای که هستن 10% اضافه بشن، ولی برای 25% اضافه شدن و این تصاعدی هم رشد میکنه. اعتصاب کارگران پالایشگاه تهران در همتی با چهارم آبان. خب خدمت شما هستم، برای شمال کردستان هست، مهسا و بابایی که اونجا را انداختن. دلم میخواست یک عکس آخونده رو نشون میدم، ولی بتونید تو کانال میذارم. تلاش خانواده مقام ایران برای پناه گرفتن در لندن. با طرح سوال فوری نمایندگان پارلمان بریتانیا در وضعیت ایران، موضوع اعتراضات جاری علیه حکومت این کشور امروز مجلس بریتانیا مطرح شد. یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا از معاون وزیر خارجه که در مجلس حاضر بود درباره گزارش‌های سوال کرد که در ارتباط با تلاش اعضای خانواده مقام جمهوری اسلامی برای دریافت پاسپورت بریتانیا دریافت کرده است، که البته گفتن لا پاسپورت ما پناهندگی ما بدید، لاقل بگید پناهنده بشیم اونجا. یکسی مفقور میره حواس اینجا هم باشه. جالبه که بذارم این صداشو بذارم براتون، اصلا رئیسی رو نمیدونی چی شده داره صحبت میکنه. بذارم من فیلم شبات بذارم بستیم. جالبه نوشته فیلمشو فکر کنم جا بذارم، حالا براتون بذارم. توی یک جلسه از مجمع چی چیه سوال اتیان جنازه سوال من بچه حرف همش تکرار میکنه. نوشته رئیسی پنچر شد، پنچر بود، پنچر پر شد، یعنی مرگ به چشماش داره میبینه رئیسی. این خیلی خوبه، اینو من میذارم براتون. این حالا پیداش بکنم نکنم 14 دقیقه شد متاسفانه. اجازه بدیم میذارم، پیدا میکنم میذارم براتون.
اصلا مرده، یک اسکلت صحبت میکنه. زانه سکته هم که یه چیز شمی خود جمع جور شده. خب خدمت شما هم شود که دیگه شاهکار کردم، واقعا دمتون گرم. ولی خب دیر نظامی رو دارن تصادی نفله میکنند، خودشون میخوان اونجایی که دفعه حمله شیر و شورش یورش و میگه حمله، اصلا قافلگیر گیج نمیاد از حرف میزنن، لط پاشون کردن تو خونه قایم شده بودند، میزنن الان میان اینجا. بعد که آمدن یه دفعه از همه خونه ها و این ورا ریختن بیرون و اینا رو قافلگیرشون کردن و خلاص بود بله بسرف بیاد. حالا چند تا بیستی اونجا کردن من نمیدونم، ولی هرچی هست که از بالا پشت اومد کسی گولی میزنشون پایین، پرچون پایین دیباشه ها میرسه دست من جایی بسن بزنم. خیلی خوشحالم عزیز دلید. خلاصه اونایی که میگفتن آقا اینا اینا هیچ اشکال نداره هرچی گفته، ولی من میدونستم، من مطمئن بودم و مطمئنم هستم که خلاصه مطمئن بودم به اینجا خواهیم رسید و مطمئن هستم که کشور بهترین کشور دنیا خواهد شد به اون نسلش ایرانی که داره. سختی رو کشیدید، تحمل کردید، گذروندید، آب دیده شدید، فولاد آبیده شدید، باعث افتخار دنیا خواهید شد. ایام بگم روزتون خوش.